come. Because one of us isn't going to be here for long. سال 2013 بود که استیون نایدی نویسنده پرتوان با کمک چند تا نویسنده فرعی دیگه اومدن یه سریال خوف گنگستری معرکه ساختن. البته هر فصلش کارگرانش متفاوت بود، ولی نویسنده سر جای خودش موند. اونقدر کارش درست بود و اونقدر دیالوگای خوب تو این سریال هست که همش استوری اینستاگرام و ترند شده. بریم یه نگاهش بهش بندازیم و ببینیم فصل ششم قرار چه اتفاقی بیفته. خیلی مخلصیم، خیلی چاکریم. من حامدم، اینجا هم چنل خودتونه، چنل حامد سین، که هر از گاهی میمون فیلم و سریال معرفی میکنیم و بعد وقتا یه نقدی هم میکنیم. بیشتر اینجا معرفی میکنیم چه فیلمی ارزش دیدن داره و چه فیلمی ارزش وقت گذاشتن نداره. و امروز میخوایم به پیکی بلایندرز فصل ششم یه نگاهی بندازیم. همونطور که میدونید برد و پس بردا قسمت اول فصل ششم، در واقع فصل پایانیش، شروع میشه. میخوایم حالا یه نگاهی بندازیم ببینیم روایت داستان چجوری و اصلا قراره چه بازیگرهای اضافه بشن کم بشن. اولا میتونم بهتون بگم کلین مورفی تو نقش تام شلبی، همون برادر باهوش گنگستر، و در واقع میشه گفت تو خانواده شلبی همیشه دور محور این آدم داره میچرخه. بازم هست، اگه نبود باید تعجب میکنم. اصلا سریال یه جورایی همه جذابیتش رو این آدم داره میچرخه. مردی که بسیار باهوشه، شجاعه، هوش بسیار بالایی داره و از همه مهمتر مثل سگ سیگار میکشه و عرق میخوره. بازیگر بعدی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که تام هاردی احتمالاً دوباره ممکنه باشه. توی یه تیزرش بود، مثلا احتمال زیاد هست نقش یه یهودی خاصی رو داره که خیلی هم عصبی و تندخوه، ولی هر از گاهی به داد تام شلبی رسیده. در نهایت بازیگری که میشه گفت خیلی حائز اهمیت، هرمکروریه، در نقش عمه پالی بود. عمه پالی یه زنیه که خود تامی شلبی هم ازش یه جوری حساب میبره. هر از گاهی وقتی کم میاره و هوشش به جای نمیخوره و بن‌بست میخوره، همین عمه پالی به دادش میرسه. یه جوری خیلی باهوشه، اونم تجربه زیادی داره، از خانواده گنگستری سر در میاره و اونم همه رو میشناسه. این بازیگر متاسفانه همین چند وقت پیش بر اثر سرطان فوت کرد، بس این بار دیگه اونو نمیبینیم. در مورد داستان میتونم بگم که تو فصل 5 آخرین قسمتش یه تفنگ سمت تامی شلبی هدف گیری شده بود. شرط می‌بندم که قرار نیست تیراندازی بشه، یا اگه بشم تامی شلبی کشته نمیشه. ولی در مورد این فصل میتونم بهتون بگم چیزایی که میشه بهش اشاره کرده یه جوری جوشیده اومده بیرون اینه که از اونجایی که تامی شلبی همسرش رو تو فصل قبلی از دست داد، به شدت روانپریش و علاوه روحی خیلی داغونه، خیلی مشروب میخوره، مثل همیشه سیگار کم بکم میکشه، و اینکه خیلی هم عصبی و تندخوه، هر از گاهی هم میشه تریاک میکشه. خلاصه اینکه داستان این نقش منفیش کیه و دقیقا روایت داستان به چه شکل فرمه هیچ که خبر دقیقی نداره، ولی اونجوری که کارگردان و نویسنده بهش اشاره کردن میگن از 5 فصل قبلی لحاظ نویسندگی و دیالوگ به شدت سنگین و پرمحتواست. امیدوارم که اینجوری باشه و ازش این انتظار داریم. Good luck, Tom. امیدوارم مثل گیم آف ترونز قسمت آخر رو انقدر جن نزنن و انقدر فصل آخر رو نرینن که انقدر امضا جمع بشه که تا آقا تو رو خدا یه بار دیگه فصل آخر و قسمت آخر رو دوباره بسازید
تا جمع و جور بشه. حداقل قسمت آخر. نمی‌کنم پیکی بلایندرز خرابکاری گیم آف ترونز یادش رفته باشه و بخواد همون اشتباه رو دوباره تکرار کنه. بس حتما یه پیکی بلایندرز خوف می‌خوایم ببینیم. همونطور که میدونید عموماً سریالی که خیلی خوبه همچی جا میفته و میتره کنه یه اسپیناف هم ازش بیرون میاد. اسپیناف اگه نمیدونید ماجراشیه اینه که یه سریال کوچیکتر هر از گاهی بعضی وقتا یه فیلم سینمایی کوچیکتر از توی دل یه سریال اصلی میاد بیرون، کوتاه‌تره، از چند تا از اون بازیگرا استفاده میشه، یه جورای داستانه بخش فرعی و جاده خاکی سریال اصلی رو داره. توی پیکی بلایندرز این قولو دادم فصل 6 بعد از اینکه تموم شد و آخرین فصل بود یه چیزی تو مایای اسپینافش در بیاد، یعنی بعدش بخوام بسازم. البته کارگردان گفته اسپیناف نیست، یه جورای شبیه اسپینافه و میخوان یه جورای همون روایت گنگستری درامی که توی خود سریال اصلی هست و بیارن تو دل یه سریال جدیدتر و کوچیکتر. امیدوارم تو اونم موفق باشن، کما اینکه ما قبلا سریال بزرگی داشتیم که اسپیناف های اونم خیلی بالتر از حتی سریال اصلی در اومده. در مورد حضور بازیگر و کم شدن بازیگر ها یکی دو تا چیز جالب به نظر میرسه. اینکه مثلا گفته بودم مستر بین قراره توی فصل ششم باشه و نقش هیتلر رو بازی کنه با اون سیبیل اصلا نمیشه تصورش کرد. البته اینا در حد شایعه است، ممکنه یه اتفاق هم بیفته چون اصلا نذاشتن چیز زیادی از این سریال بیرون بیاد. ولی بازیگرای اصلی رو تقریبا میشه گفت گفتن کیا هستن کیا نیستن، ولی بازیگر فرعی رو خیلی بهش اشاره نکردن، شاید گذاشتن برای سورپرایز. به هر حال ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته، چون بالاخره از قدیم گفتن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. چیزی بیشتر از اینم نمیتونم بهتون بگم چون هیچ چی اطلاعات کاملتری از این ماجرا نداره. کلا کسی نمیدونه پیکی بلایندرز قرار تو فصل 6 دشمن کی باشه، داستان دقیقاً چی باشه، در همین حد و حدوده. و در آن نهایت اینه که سابسکرایب کنید، زنگوله کنارشو بزنید و اگه طرفدار فیلمی در واقع این کارو بکنید و حتما اگه سابسکرایب کردید یه هشتگ هامسینم بذارید که منم بیام یاداوری بشه و یه تلنگری بهم بخوره که بیام و محتوای شما رو ببینم، سابسکرایب کنم و تا اونجایی که میتونم ازتون حمایت کنم. دم همگیتون گرم، تا بعد، خدا نگهدار.